گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، من حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با همکار خوبم امیر درخشان تقدیم حضورتون می‌کنم. در آغاز برنامه پس از مروری کوتاه به مهمترین مسئله روز، یعنی مسئله عراق و پیدایش گروهی خوناشام و خونخوار، با مهمان امروز برنامه به گفتگو خواهم نشست، با آقای دکتر عباس میلانی، مدیر پروژه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، که معرف حضور شما بینندگان عزیز هستند. در مورد عراق، مسائلی که پیش آمده و آقای دکتر میلانی در نشریه خوب نیو ریپابلیک به اون اشاره کردن و در واقع نزدیک شدن مقامات امریکایی به ایران بار دیگر برای گرفتن کمک و در واقع همکاری برای مبارزه با این گروه در عراق، که این لحظاتی که من دارم با شما صحبت میکنم پیشرویه‌های این گروه بعد از اشغال موصل، یکی از بزرگترین شهرهای عراق، و احتمالاً محاصره یک پالایشگاه بزرگ نفت، اینها تمام موجب نگرانی شده. نخست وزیر انگلیس اظهار نگرانی کرده از اینکه پیشروی این گروه و موفقیت هایی که ممکنه به دست بیارن با این جسارت و خشونتی رو که به کار بردن تا الان، که حتی به صورتی بوده که القاعده که این گروه خودش رو منشعب از اون کرده در واقع قبول نداره بعضی از کارهای اینها رو، که خود این مسئله هم خنده داره و هم گریه آوره واقعا. یعنی خشونت در حد حیرت انگیزی که کمتر سابقه داره در تاریخ دنیا. به هر حال راجع به این مسائل با آقای دکتر میلانی صحبت خواهم کرد. آقای دکتر میلانی مقاله‌ای در نیو ریپابلیک نوشتن تحت عنوان انتظار نداشته باشید که ایران و امریکا مسئله این بحران عجیب رو بتونن با همدیگه حل بکنند. عنوان مقاله است Don't expect Iran and the US to solve the Iraq crisis together. راجع به این موضوع باشون صحبت خواهم کرد، راجع به نکاتی که این روزها مطرح، صحبتی رو که امروز آقای اوباما، امروز که پنجشنبه است و این برنامه داره تهیه میشه برای پخش در روز یکشنبه، و صحبت‌های آقای اوباما همین ساعتی قبل، همچنین اظهاراتی رو که آقای دیکچنی و دختر او در مصاحبه‌ای که با وال استریت جورنال داشتن در مورد در واقع سرزنش کردن آقای اوباما به خاطر تمام اتفاقاتی که داره در عراق میفته و او رو انگشت ملامت به سوی او دراز کردن. و اگر فرصت باشه راجع به مسائل دیگر، مسئله فوتبال که این روزها واقعا عده زیادی از مردم دنیا رو که گفته میشه بیش از 2 میلیارد نفر دارن به این بازی ها نگاه میکنن، و در مملکت ما اون وقت جمهوری اسلامی بانوان و خانم ها رو حتی از نگاه کردن مسابقات روی پرده سینماها منع میکنه، که یکی از عجیب ترین کارهایی است که این رژیم به دنبال کارهای عجیب قبلی که انجام داده پیش گرفته. و همچنین اگر فرصت بشه راجع به مسئله ای که در مورد توافق محرمانه مقامات ایرانی با عمان مطرحه، و اینکه گفته میشه که با سلطان قابوس به توافقهای رسیدن در مورد 3 جزیره استراتژیک ایران، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا، که گفته میشه در مورد 2 جزیره یعنی تنب بزرگ و کوچک توافق شده، و در یکی از نشریات معتبر در این مورد مطلبی ذکر شده، که اینها نکاتی است که واقعا میتونه موجب نگرانی بسیاری از هموطنان ما بشه، به خصوص مسئله این 3 جزیره که اون کسانی که به خاطر مسائلی که پیش آمده بود در مورد نام خلیج همیشگی فارس، چه اقداماتی رو که نکردن، چه
فعالیت هایی که انجام ندادن و امروز معلوم نیست که به دنبال این شرایطی که الان پیش آمده و این توافقی که صورت گرفته واقعا کار به کجا می انجامه و آیا اون گروه ها این روزها غافل هستن از این جریانی که اونجا در شرف در واقع انجام و پایان یافتنه. از این فرصت میخوام استفاده بکنم برای صحبت با آقای دکتر عباس میلانی. میرویم به استنفورد و سلام میکنم خدمت جناب پروفسور عباس میلانی. به همه بینندگان و شنوندگانتون در هر جای دنیا که تشریف دارن. آقای دکتر خیلی ممنونم و میبخشید این مقدمه طولانی رو که من قبل از اینکه با شما صحبت کنم مطرح کردم. میخواستم در مورد این اولا راجع به نیو ریپابلیک ممکنه توضیح بفرمایید این نشریه چگونه نشریه ایست و پوششش در سطح امریکا به چه صورت و در سطح دنیا به چه صورت هست؟ من اول باید مقدمتون بگم که من چون در اونجا مرتب می نویسم و جزء هیئت دبیران این به اصطلاح نشریه هستم، باید این رو شنوندگان عزیز و بینندگان عزیزتون بدونم، یعنی بی طرف در این مورد نیستم. ولی نیو ریپابلیک یکی از قدیمی ترین مجله های آمریکاست، بالای 100 سال الان ادامه داره و یکی از معتبرترین مجله های فکری و روشنفکری و هنری آمریکا بوده و هست. چند سال پیش در آستانه ورشکستگی قرار گرفت، مثل بسیاری از نشریات دیگه، مجله های معتبر دیگه که بعضی ها متوقف شد، از لایف بگیرید تا مثلا نیوزویک که مدتی چاپ کاغذیش رو متوقف کردن. ولی در این مورد آقایی که در فیسبوک میلیاردر شده بود به اسم آقای کریس هیوز اومد یه سرمایه عظیمی گذاشت و این مجله رو دوباره به راه انداخت، تعداد نویسندگانش رو اضافه کرد، حضورش رو در اینترنت اضافه کرد. واقعا الان به نظر من یکی از 2 یا 3 تا بهترین نشریات هم کاغذی و هم مجازی برای اخبار ایران و جهانه. بعضی از بهترین روشنفکران و منقدین و مفسرین رو آوردن و براشون در زمینه‌های مختلف واقعا مقالات خیلی خیلی جالبی می‌نویسن. یه بخشی هم الان در مورد فوتبال دارن که چون ادیتور ویراستار این مجله شخصی است به نام آقای فرانک فور که از ویراستاران و دبیران پرسابقه مجله های آمریکاست، اون سخت علاقه‌مند به فوتباله، همون فوتبالی که ما بهش فوتبال میگیم، و کتابی حتی در مورد فوتبال نوشته. عنوان کتابش هست چگونه از منظر فوتبال میشه جهان رو توضیح داد. و به خاطر علاقه او و به خاطر علاقه ای که فوتبال در آمریکا داره ایجاد میکنه، یک بخش ویژه جام جهانی هم درست کرد. این خلاصه است از این مجله و خیلی براحت هم از طریق مجازی قابل دسترسی است و اونایی هم که در آمریکا هستند در مجله فروشی ها براحتی میتونن به هر 2 هفته یک بار دسترسی پیدا. آقای دکتر میلانی خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید در مورد این نشریه. و حالا سوال دیگری راجع به نشریه دیگری دارم که اون رو متعاقبا اگر فرصت بشه ازتون سوال میکنم. اشاره کردید به مسئله فوتبال، واقعا این دوره و این چند روزی که این مسابقات داره اجرا میشه در دنیا، من فکر میکنم یکی از زیباترین جلوه های همزیستی مسالمت آمیز بین گروه های مختلف، نژاد های مختلف، ملیت های مختلف و عقاید مختلف رو ما شاهد هستیم. و آیا فکر نمی کنید با این نگاهی که امریکایی ها دارن می کنن به فوتبال، به این ساکر به قول خودشون، میتونه این بازی هم متحول بشه؟ برای اینکه تغییراتی رو که از نظر تکنولوژی الان شاهد هستیم در فوتبال بی سابقه است. یعنی دیگه اون مسئله خطاهایی رو که داورا میکردن، خطاهایی رو که کسانی که توی زمین حاضر بودن برای خط نگهداری و این گونه مسائل، خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و
شاید بشه گفتش که ورود امریکا به صحنه این ورزش یا به حیطه این ورزش باعث شده که تغییرات عمده‌ای، همونطور که فوتبال امریکایی این تکنولوژی حیرت انگیزی رو که در اختیار داره ازش استفاده میکنه، اونجا هم یواشاش داره استفاده میشه. نظرتون راجع به این موضوعی که مطرح کردم چی؟ من فکر میکنم قاعدتا همینطور خواهد بود، چند تغییر جدی ایجاد خواهد کرد. یکی از تغییرات مهمی که فوتبال در آمریکا پیدا کرده اهمیت زنان در فوتبال. فوتبال زنان در آمریکا بسیار مهم شده و آمریکایی ها بار این در واقع بار دومی است که دارن سعی میکنن فوتبال رو در اینجا ریشه دار بکنن. بار اول سعی کردن از بالا بیان، رفتن پله رو آوردن، بکنباور رو آوردن، یه تیمی در نیویورک تشکیل دادن که در واقع تیم ملی جهانی بود در اون زمان. من اون وقت دانشجو بودم، واقعا بعضی از بهترین بازیکنهای دنیا رو جمع آوری کردن اینجا. البته اکثرشون در دوران نزدیک به بازنشستگی بودن، ولی با این حال مثلا من پله رو تو همون 40 سال پیش در آمریکا بازیش رو دیدم به لحاظ این که آوردنش اینجا. اون با شکست رو برو شد. دفعه دوم رفتن از پایین شروع کردن، از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و حتی پیش از دبستان‌ها شروع کردن، تیم درست کردن، شروع کردن دخترها و پسرها رو به طور مساوی برای این کار تشویق کردن و تربیت کردن. یعنی درست انگار مثل برخوردشون نقطه مقابل برخوردی است که در ایران آدم شاهده شده. در ایران این همه زنان علاقمند تماشای بازی هستن و حتی از حق مسلم تماشای بازی در یک سینما محرومن. یعنی واقعا من نمیدونم چه حسابی، چه منطقی، چه قانون شرعی میگه که زن با مرد میتونن برن در سینما بشینن، یک مرد و زن رو در فیلم تماشا کنن که دارن شنا میکنن، ولی نمیتونن برن یک گروهی رو تماشا کنن که دارن فوتبال بازی میکنن. اصلا برای من تصور اون تفکری که به خودش حق میده زنان ایران رو که این همه علاقمند به این کار هستن محروم بکنه واقعا شگفت انگیزه. دو، همونطوری که فرمودید، کارهای تکنولوژیکی که اینجا میکنن، یعنی واقعا من هنوز که من تقریبا تمام این بازی‌ها رو سعی کردم در این چند روزه در حد توانم تماشا بکنم. درود به شما که با همه گرفتاریاتون این فرصت هم پیدا میکنید. یک 4 سال یک بار این اتفاق میفته و همونطور که گفتید یک موقعیتی است که جهان در واقع انگار نزدیک 2 میلیارد میگن دارن این بازی ها رو تماشا میکنن. هیچ اتفاق دیگری نیست که در یک لحظه شما فکر کنید که نشستید توی دانشگاه استنفورد و پوپو آقای روحانی در تهران و هزاران هزار عراقی در عراق و در نیجری اگر دست افراطی های مسلم در بتونن رها بشن و نیان قتل عامشون بکنن، دارن یه پدیده رو تماشا میکنن. اصلا یه واقعا یک چیز معنوی داره، انگار یک تجربه، یک وحدت معنوی انسانیته که از طریق فوتبال داره ایجاد میشه. ولی به رغم این پیشرفتایی که کرده، هنوز مثلا شما نوع فیلم برداری از فوتبال رو با نوع فیلم برداری از مثلا بسکتبال یا فوتبال آمریکایی مقایسه میکنید، هنوز خیلی جایی ضعیفه. یعنی هنوز اینا تمام دوربین ها در یه طرف زمینه و وقتی که اون طرف زمین داره بازی میشه خیلی دید روشنی ازش ندارن. در آمریکا شما فوتبال آمریکایی که تماشا میکنید، اینا مثلا 40 تا دوربین میارن، تقریبا رو هر بازیکن یه دوربین دارن و وقتی که اون بازیکن کار مهمی میکنه میتونن اون صحنه رو نشون بدن. من فکر میکنم دفعه بعد این تحولات نه خیلی محسوس‌تر خواهد شد در نحوه برگزاریش. البته مطمئن نیستم کجا خواهد بود دوباره آینده روسیه به نظر دوره بعدیه، ولی اینکه قطر آیا دوره بعدش خواهد بود یا نه، اونطوری که میدونید این سرصداهایی که ایجاد شده. ولی من فکر کنم در همه زمینه‌ها آمدن کشوری مثل آمریکا و با این ثروتی که دارن اینجا و این امکانات فنی و بعد اصولا نحوه برخوردشون با این مسائل، از بدنسازی شروع بکنن، از کودکان شروع بکنن، حق مساوی برای زنان قائل بشن. در دانشگاه ها الان شما نمیتونید بودجه ورزشی پسرها رو بیشتر از دخترها بکنید.
و این قانون وقتی که گذشت چند مثلا 15 سال پیش اصلا چهره ورزش در آمریکا رو عوض کرد. وقت در ایران میان با زور سعی میکنن که زنان رو از بسیاری حتی از تماشای بعضی از این ورزش ها محروم بدارن. خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا توضیحاتی که دادید در این شرایطی که این بازی ها در جریان هست. و من یادم هست که مسافرتی به ایتالیا رفتیم چندین و چند سال پیش و این مسابقات در جریان بود، ما هر جا می رفتیم یه غذایی بخوریم تو رستوران چیزی، همه کارمندان نشسته بودن خیره شده بودن به پرده تلویزیون و خبری از سرویس و اینا نبود. و این جذابیتی که این بازی داره و این همون دوستی که آدم می بینه، این مشارکتی رو که میبینه وقتی یک بازیکنی بازیکن دیگر رو پشت پا میگیره، زمین میخوره، میره دستش که میگیره بلندش میکنه، جز موارد خیلی معدود به خصوص در این سری برنامه های در این سری بازی ها ما خشونت به اون صورت ندیدیم و یا دشمنی که واقعا این فوق العاده میتونه تو روحیه آدم ها، تو روحیه ملت ها مؤثر باشه. کاش در همه زمینه ها ما شاهد این گونه همکاری ها میبودیم. آقای دکتر، میپردازم به سوالم در مورد آخرین مقالتون در نیو ریپابلیک. همونطور که اشاره کردید شما یکی از دبیران، یکی از ادیتورای این نشریه هستید و اونجا مرتب مطلب در واقع می نویسید و نظرات خودتون رو مطرح میکنید. این روزها مسئله این گروه خونخوار عجیب غریبی که گفته میشه از مدت ها پیش سرگوشش پیدا شده بوده در سوریه و بعد حالا آمده به عراق و اونجا ریشه دونده و پیشروی هایی که کرده طی چند روز گذشته واقعا همه رو نگران کرده. توضیحاتی در این زمینه می فهمید؟ همونطوری که فهمیدید یه پدیده عجیبیست، یک خشونت شگفت‌انگیزی در اینها انگار نهادینه شده، یک اصراری دارن در این که این خشونت رو به رخ دیگران بکشن. یعنی فکر میکنم بخشی از برنامه تبلیغاتیشون، یعنی آگاهانه میدونن که این عکسایی که چاپ میکنن، این ویدیوهایی که میذارن هم نفرت آوره ولی هم رعب آوره. برای این آدم وقتی مشاهده میکنه که 100 نفر وایستادن و 100 نفر دیگر رو که رو زمین خوابیدن و دستشون بسته است از پشت، دارن با خنده و با افتخار تیربارو میکنن، خب هر انسانی به نظر من از این پدیده وحشت زده میشه. البته من فکر میکنم پدیده های خشن مثل این بودن. شما تاریخ جنگ جهانی دوم رو نگاه بکنید، بلایی که نازی ها بر سر روسا آوردن، بر سر یهودی ها آوردن، کشتار 6 میلیونی یهودی ها، کشتار چند میلیونی لهستانی ها، روسا، کشتاری که خود استالین از دهقانا در روسیه کرد. یعنی این نوع خشونت ها ابعادش چیز بوده، ولی اینکه شما بیایید زیر بیرق یک دینی که خودتون رو تنها مدافع و تنها تجلی پاک اون میدونید این کار رو انجام بدید و بعد تبلیغش بکنید. یعنی مثلا هیتلر تمام سعیش این بود که کشتارها رو یه جوری کتمان بکنه، گاهی میوردن تو خیابون اعدام میکردن تو وقتی مملکت اشغالی رو میگرفتن، ولی این که به این شکل شما بخواید نشون بدید که چقدر سبوییت دارید، چقدر آدم خوش هستید، واقعا از اون بابت به نظر من پدیده عجیبیه. و رشدشون در عراق هم به نظر من همونطوری که فرمودید اینا در سوریه بودند، یه مقداری حتی قبل از سوریه در خود عراق بودند. اون به اصطلاح القاعده عراق در واقع ریشه اولیه اینها از اونجا شروع میشه. اون خشونت هایی که اونا میکردن، شیعه کشی هایی که اونا رو انداخته بودند در زمان عملا جنگ داخلی، ریشه شون در واقع از اونجا در میاد. بعد در سوریه خب مواجه شدن با ارتش به همون اندازه خونخوار آقای اسد که اینا چون 100 نفر رو عکس میگیرن و تیربارون میکنن همه واقعا دلزده میشن و
عصبانی میشن، ولی وقتی که آقای اسد با توپ سنگین حمله میکنه به تظاهر کنندگان صلح‌آمیز شهرهای سنی نشین، اون چون تصویراش کمتر به این شکل رسانه‌ای شد بهش توجه کمتر شد. از اونجاها اینا شروع کردن، اونجاها به پول کلانی از طریق هم اخاذی هم قاچاق هم سرقت از بانک‌ها و هم فروش عتیقه های مناطق سوریه که دست اینها بود به دست آوردن. شواهدی هم در دست است که بعضی از ثروتمندان مناطق خلیج فارس به اینها کمک مالی کردن و بلکه وارد موصل شدن. به یک روایتی چیزی نزدیک 600-700 میلیون دلار دیگه بهشون پول رسیده. یعنی الان گاردین میگه که اینا بین مثلا 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول در این چند ماه اخیر به دستشون رسیده و با گروه‌های وابسته به بحث عراق متحد شدن، با بعضی از گروه‌های سنی متحد شدن. اتحاد به نظر من حتما تاکتیکی است، برای اینکه سنی‌ها و کردها به سطوح آمدن از آقای ملکی. اگر ملکی انقدر آدم قطبی نبود، اگر ملکی انقدر در شیعه کردن عراق پا فشاری نمی کرد، اگر ملکی انقدر به نظر سنی ها و کردها وابسته به جمهوری اسلامی نبود، حتما به نظر من ارتش عراق به این آسونی تسلیم نمی شد. حتما اونها به این سهولت نمی تونستن تقریبا 1/3 عراق رو، دومین شهر بزرگ عراق رو با این سهولت بگیرن. به همین خاطر یه ترکیب متاسفانه عجیب پیچیده، یه کلاف سردرگمی از اشتباهات آقای ملکی، از رفتن حزب الله لبنان و سپاه پاسداران به سوریه و جنگی که در اونجا ایجاد شد و تقویتی که از اسد شد، اینها رو از اونجا روند مثل آبی که دنبال آسان‌ترین محل گریز میگرده. وقتی به سوریه و حزب الله و سپاه در سوریه برخوردن، به ارتش سوریه، طبعا فکر کردن که جایی که ضربه پذیرتره دولت شیعه ای که ضربه پذیرتره دولت ملکی است و به نظر می رسه تا اون حد محاسبهشون درست بود. ولی اینکه بتونن بمونن اونجا و خلافتی به قول خودشون راه بندازن، من اون رو سخت بعید میدونم. آقای دکتر میلانی، در تفسیرهایی که شده و در صحبتهایی که میشه امروز، اتفاقا اوباما صحبتی که کرد در مورد اینکه تماسی گرفته شده بین مقامات امریکایی و ایرانی در مورد همکاری برای مبارزه با این گروه، نگرانی های اوباما، آقای اوباما در این مورد مطرح شد و او عنوان کرد که ما با ایران با احتیاط داریم در این مورد صحبت میکنیم، برای اینکه عملیاتی که انجام داده، همونطور که اشاره کردید، در سوریه و در عراق برای حمایت بدون قید و شرطش از مالکی، و میدونیم که مالکی سالها در ایران زندگی کرده و میدونیم که الان بسیاری از کسانی که نظارگر شرایط عراق هستند فکر میکنن که مالکی بدترین انتخاب بوده از طرف آقای جورج دبلیو بوش برای این مسئولیتی که به عهده‌اش واگذار شده و این تفاوت‌هایی رو که گذشته، تبعیض‌هایی رو که قائل شده بین گروه‌های مختلف، بین کردها و بین سنی‌ها و شیعیان عراق، و پیشروی‌هایی رو که الان شاهد هستیم، گفته میشه اگر که امریکا سریع عمل نکنه و این حرکتی رو که داره در طول جاده‌هایی که احتمال زیاد به احتمال زیاد توسط امریکایی‌ها در طول این دوران چندین ساله گذشته ساخته شده، اونجا اینها رو جلوشون رو از طریق بمباران‌های هوایی نگیره، بیان و وارد شهرها بشن، همونطور که در موصل وارد شدن و مشکلات زیادی اونجا به وجود آمده، دیگه امکان کنترل اونها نیست و اگر بخوان بعدن اقدام بکنن، عده زیادی از افراد بیگناه جانشون رو از دست میدن. نظرتون چیه؟ من میگم دوباره، اگر بعضی از گزارش‌هایی که هست از منابع معتبر آدم بخونه، ممکنه برای این کار الان یک کمی دیر شده باشه، برای اینکه
شواهدی در دست است که اینها در اطراف بغداد خانه های تیمی درست کردن. به یک روایت یکی از رهبرانشون در همین دوروبر عراق هست. یعنی اینها از مدت ها پیش با یک شبکه‌ای که در هم تنیده بودن، با بقایای ناراضی حزب بعث و با بقایای ناراضی ارتش و با اون گروهی به اسم مردان نقشبندیه درست کرده بودن، اینها با اونها واضحه که تماس های خیلی مستمر داشتن. و بعد سیاست های آقای ملکی نه تنها سنی ها رو منزوی کرد، بلکه کرد ها رو هم عصبانی کرد. یعنی پیشمرگه های کرد به راحتی به نظر من میتونستن جلو اینها رو بگیرن، عملا پیشمرگه ها کنار نشستن و گذاشتن که اینها هر کاری در اون قسمت میخوان انجام بدن. و عملا الان دولت اصطلاح ایالتی کردستان خودش رو مستقل اعلام کرده. من پریروز توی برنامه بودم در بی بی سی انگلیسی و قبلش داشتن مصاحبه میکردن با آقای بارزانی نخست وزیر، اونجا من میشنیدم، اونجا به صراحت گفت که دیگه امکان برگردوندن وضعیت به عراق قبل از موصل ممکن نیست. اصلا این عبارتشه، گفت ما در عراق از سه روز پیش تاریخ رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، قبل از موصل و بعد از موصل. بعد از موصل دیگه کردستان از استقلال بیشتری برخوردار خواهد بود و اینکه ما بریم زیر بیرق کسی مثل ملکی گفت شدنی نیست. یعنی دو روز قبل از اینکه آقای اوباما هم به تلویح بگه که ملکی باید بره، خود کردا که یکم مهمترین نیروها هستند و سنی ها که یه نیروی دوباره مهمی هستند به این مسئله اشاره کرده بودند. آوردن ملکی هم ممکنه در اول، حتما در اول نتیجه محاسبات غلط آمریکایی بود، ولی در انتخابات قبل از این انتخابات اخیر ملکی انتخابات رو بقای علوی باخت. بله. ملکی اکثریت نداشت و ایران از طریق ارتباطاتش با گروه های شیعه دیگه و فشارهایی که آوردن بالاخره یک ائتلافی درست کردن که درش ملکی بتونه نخست وزیر بمونه. و از اونجا به بعد میبینیم که هر روز این تنش هایی که در ساختار عراق هست به لحاظ این کجتابی های ملکی، این گرورش، این برخورد فرقه‌ایش با مسائل تشدید شده و فرصت رو بیشتر کرده برای کسانی مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل ترکیه که وارد اونجا بشن و برای مقابله با آنچه که به نظرشون نفوذ روزافزون ایران در دولت ملکی است دست به فعالیت بزنن. از جمله به یک روایتی تقویت نیروهای سلفی از جنس داعش، این البته شاید بدترین نوع متصورشه. واقعا من فکر می‌کنم که همونطور که شما فرمودید اونقدر اینا خشن و بی منطق عمل میکنن که حتی القاعده که 3000 خورده به آدم بی گناه رو در حمله به در حمله سپتامبر 11 حاضر بود بکشه و هزاران مورد دیگه هست که نشون داده بود حاضر خشونت بکنه، اونها فکر میکنن اینا بدنامی داره برای القاعده. آقای دکتر، امروز در خبرها بود باز که عربستان سعودی به کلی خودش رو در این مورد گفته کوچکترین دخالتی نداره، کمکی نمیکنه و بسیار از این وضع نگرانه برای اینکه بزرگترین لطمه ها رو این گروه ها به خود عربستان وارد کردن. این رو به چه صورت میبینید؟ اون گزارشی که من بهتون بهش اشاره کردم که در گاردین دیروز چاپ شده، بله، اون گزارش مبتنی بر یه سری این اصطلاح دیسکای کامپیوتری است که از یکی از خونه های تیمی اینها پیدا شده. اینها نفر دوم عملیاتی داعش رو ظاهرا عراقی ها بازداشت میکنن و در اونجا مقداری زیادی اطلاعات کسب میکنن و اینها خیلی جزئیات مالیش رو همینایی که عرض کردم تو این اسناد همه هست. من اطلاع دقیقی از اینکه تا چه حدی عراق
از جهتی عربستان سعودی یا قطر به اینها کمک مالی کردن ندارم، ولی به نظر من کمی دیر کشورهایی مثل عربستان و قطر موضع قاطع گرفتن در مقابل این نوع کشتارها. یعنی وقتی این گروه در سوریه دست به برخی از این عملیاتش زد، وقتی که سر بریدن و در تلویزیون گذاشتن، به نظر من کشورهای سنی منطقه خلیج فارس به ویژه حتما به گمان من بایستی خیلی با صراحت بیشتر، با قاطعیت بیشتر، با تبلیغ وسیع‌تر روشن میکردن که موضع اونها با این نوع سلفیزم جداست و اونها را از خودشون ندونن. حتما این حرف به گمان من درسته که اگه یه قدیده مثل داعش ادامه پیدا بکنه، بالاخره این آتش به عربستان هم خواهد رسید. این آتشی نیست که شما بتونید یه جا راش بندازید یه چنین پدیده ای. و فقط هم همونطوری که حتما میدونید، اینا اعراب ناراضی یا سنی های ناراضی سوریه و عراق نیستن. الان شواهدی در دست است از تمام دنیا، از اروپا، از آفریقا، چینیا جمعا برای اینکه در این ماجرا که الان تبدیل شده به یه ماجرای بسیار از لحاظ مالی قوی سهمی داشته باشن. حتی رقم پایینش هم بگیرید، در یه منطقه‌ای که 40% بیکاری در جوان‌ها هست، 1.5 میلیارد دلار پول، 1.2 میلیارد دلار پول خیلی میشه باش سپاه جنگنده به اصطلاح سلفی خرید و تجهیز کرد و به میدان فرستاد. و واقعا من همونطور که تو مقاله‌ای که شما بهش اشاره فرمودید گفتم، باید یک کمی به عقب آدم برگرده و نگاه بکنه. این یعنی اگر شما برگردید مثلا به 3.5 سال پیش، وقتی که آقای اسد شروع کرد تظاهرات صلح‌آمیز رو به توپ بستن، اگر جامعه بین‌المللی قاطع اوشوای موضع می‌گرفت، اگر اجازه پرواز هواپیماها رو نمی‌دادن برای استفاده علیه مردم بی‌گناه، اون وقت اون خلایی که ایجاد شد و از یه طرف حزب الله و ایران وارد شدن، از یه طرف داعش و گروه‌های این مشابه وارد شدن و اصلا جنگ رو مغلوبه کردن، حرکتی که حرکت دموکراتیک صلح‌آمیز بود برای یک دولت نماینده واقعی مردم در سوریه، تبدیل شد به یه جنگی که یه دم اقتضای منافع واقعا کوتاه‌اندیشانه‌شون دارن سعی میکنن تبدیلش کنن به یه جنگ شیعه سنی. و اگر یه چنین مسئله‌ای بشه، طبعا دوباره دامن همه رو میگیره. من فکر میکنم بایستی تمام سعی رو کرد که این تبدیل به یک جنگ فرقی نشه، برای اینکه هم ایران، هم عربستان، هم عراق، هم ترکیه الان امنه، ولی ترکیه هم 25% جمعیتشون شیعه علوی هستن، یک چندین میلیون کرد هستن اینجا. و این اگر وضع ادامه پیدا بکنه در جهت شیعه سنی‌گری، به نظر من متاسفانه تابستان خیلی گرم پر خونی در پیشه. دکتر میلانی، نظرتون راجع به این که الان این صحبت میشه که به احتمال زیاد با این شرایطی که پیش آمده ممکنه عراق به سه بخش تقسیم بشه، کردها که حساب خودشون سبا کردن به صورتی که به وضوح میشه دید، مسئله سنی ها و شیعیان مطرح میشه، یعنی گفته میشه که احتمال زیاد داره که اگه این روند ادامه پیدا بکنه عراق به سه قسمت تقسیم بشه، به سه تجزیه بشه به سه قسمت. چیه نظرتون؟ من فهم کنم دوباره همون صحبت آقای بارزانی رو اگر بهش برگردید، دو روز پیش اون عملا گفت که این متحقق شده، گفت راهی غیر از این وجود نداره، گفت تنها راهی که متصوره
بعد از موسل گفتم میگه تاریخ رو باید قبل و بعد از موسل تقسیم کرد، گفت تنها شکلی که میشه تصور کرد اینه که یک دولت خیلی کمرنگ فدرالی باشه که هماهنگی میکنه بین این سه منطقه عملا مستقل، و اون دولت فدرال هم نمیتونه دیگه با ریاست آقای ملکی باشه، برای اینکه هیچ کسی بهش اعتماد نداره، این انقدر کچتابی کرده و بدقولی کرده و فرق گرایی کرده که هیچ یک از دو نیروی دیگه بهش اعتماد نداره. یعنی اگر هم در جهت یک فدراسیونی برن که حتما میدونید چندین سال قبل رئیس جمهور فعلی آمریکا آقای بایدن و آقای گلب معاون رئیس جمهور منزه، بله ملزلی گلب که رئیس اون شورای روابط خارجی است، اینها در مقاله ای گفتن که راه به اصطلاح حل عراق یک نوع فدراسیون ستایی است، به اصطلاح سگانه است که هر کدوم از این مناطق از استقلال بیش و کم کافی برخوردار باشن. مسئله ای که هست به نظر من خیلی پیچیده نیست که این راه حل احتمال تحققش بیشتر از هر راه دیگری است، ولی دو مسئله لاینحل مونده و مسئله مهمه، یکی این که نفت رو چجوری تقسیم میکنن، اگر به همین شیبه باشه خب بخش مهمی از مناطق نفتخیز میفته به دست کردها و این برای دو ایالت دیگه یا دو فدراسیون دیگه مشکل میشه، و دو اینکه اگر تقسیم بکنن خب الان اگر این تقسیم صورت بگیره عملا قسمت سنی نشینش دست داعشه. شما اگر کشورمی توی نقشه نگاه بکنید، شهرهایی که اینا در کنترلشون هست از اون ور سوریه بگیرید تا این ور، یک حاشیه سنی نشینی، یک منطقه مشترک سنی نشینی داره ایجاد میشه. یعنی فقط تجزیه عراق نیست، تجزیه سوریه هم هست، نسبتی از سوریه هم خواهد رفت، و اگر یک چنین دولتی بیش و کم مستقل در کردستان عراق ایجاد بشه، تنش‌هایی که در ترکیه وجود داره، تنش‌هایی که در ایران وجود داره، اونها هم ممکنه تشدید بشه. یعنی میگم به خاطر همین است که کمتر کسی است مگر این دیوانهای افراطی که در هر گروهی وجود دارند، هر یک از این سه به خصوص در میان سنی ها و برخی از شیعیان وجود دارند، به غیر از اونها هیچ کسی به نظر من هیچ عاقلی نمیخواد که این جنگ ادامه پیدا بکنه و تبدیل به یه جنگ داخلی، و جنگ داخلی هم اگه بشه عمدتا جنگ فرقه ای میشه و منطقه رو اون ترس کردم و یه مخاطرات خیلی خیلی جدی بکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر عباس میلانی. در مورد مقاله ای که مرحوم فرمودید در نیو ریپابلیک اشاره کردید که این روزها در تهران و واشنگتن و در بغداد انگشت ملامت به طرف سیاست های غلطی است که امریکا به کار برده و عراق به کار برده و ایران به کار برده، ممکن توضیح بیشتری راجع به این پیشنهادی که در واقع داریم میشنویم راجع بهش که امریکا میخواد از همکاری ایران که بی سابقه هم نیست، در دوران جنگ گذشته هم این اتفاق افتاد و ایران به کمک امریکا آمد، در این مورد ممکن توضیحاتی بفرمایید؟ کاملا به نظر من این احتمال وجود داره که پدیدار شدن دشمن خطرناک واحدی که هم ایران رو تهدید میکنه، هم عراق رو تهدید میکنه و هم آمریکا رو، برای اینکه اگر در عراق یه چنین قدرتی مستقر بشه خب متحدین دیگر آمریکا در منطقه همه در معرض این خطر هستن و یک بی‌ثباتی در اونجا ایجاد میشه، قیمت نفت بالا میره، اینها همه برای آمریکا و متحدینش مسائل
جدی است. به همین خاطر همکاری مشترک محدود به گمان من کاملا متصبره، ولی اینها منافع یگانه‌ای ندارن. یعنی آمریکا به هیچ وجه خواستار حفظ ملکی نیست، به طور روزافزون این داره روشن میشه. ایران طبعا امیدش این است که دولت شیعه در عراق بمونه. آمریکا در جهت یک فدراسیونی داره به نظر من بیشتر حرکت میکنه. ایران خیلی سعی میکنه که حتی اگر ملکی هم بره، نفوذ خودش رو چه از طریق سپاه، چه از طریق قدس، چه از طریق این شبکه اقتصادی که در اونجا ایجاد کردن، شبکه اقتصادی خیلی وسیع از شرکت‌های مختلف، از هتل‌های مختلف، از سرمایه‌گذاری در حتی سیستم‌های آبرسانی شهرهای بزرگ شیعه نشین، یعنی یه شبکه خیلی عظیم اقتصادی، نفوذ اقتصادی که خیلی هاشون بزنن به نظر میاد شرکت‌های وابسته به سپاه هستن در عراق ایجاد شده. آمریکا از یه طرفی میخواد از اطلاعات ایران و از توان ایران برای مقابله با داعش استفاده بکنه، ولی در این حال منافع آمریکا به نظر من نیست که قدرت ایران در عراق اضافه بشه. به علاوه آمریکا نگران روابط خودش با دیگر کشورهای سنی منطقه هست و میدونه آمریکا گزارش هایی که الان در اومده از طریق ویکی‌لیکس و اینها، خب واضحه که چقدر کشورهای عرب نشین خلیج فارس نسبت به ایران و نفوذ ایران و نفوذ رژیم جمهوری اسلامی به بیشه نگران هستن. آمریکا از یه طرفی باعث اونها رو مد نظر داشته باشه، از یه طرفی مواجهه با این خطر فوری رو باید مد نظر داشته باشه. تو متا در هر دو پایتخت، در هر سه پایتخت، ولی در تهران و در واشنگتن می‌بینیم که یه دهی دارن سعی میکنن این اتفاقات رو به حساب طرف مقابلشون برسن. همه دارن یک نوع فعالیت در واقع تبلیغاتی میکنن. در ایران تئوری‌های توطئه عجیب و غریبی من در بعضی از این سایت‌های وابسته به سپاه می‌خوندم در مورد اینکه داعش نمی‌دونم آمریکا و اسرائیل و ترکیه و قطر و عربستان سعودی ایجاد کردن. یعنی حتی به یک روایتی میگن که یکی از رهبران داعش در ترکیه زندگی می‌کنه. کسی میگفت که عکسی دارن از یکی از رهبران داعش در یه بیمارستان ترکیه و پسر آقای اردوان جا در عکس باشه. یعنی از این نوع شایعات و اینکه کل این قضیه رو خیلی جالبه، کل یه تئوری رهبران بسیاری از رهبران سپاه اینه که این کل این قضیه رو آمریکا و اسرائیل علم کردن داعش رو برای اینکه میخوان برگردن به عراق. یعنی واقعا میزان بی ارتباطی این تئوری با آنچه که در آمریکا واقعیت داره، 80% مردم خواستار عدم دخالت نظامی هستن. خود اوباما دائم تحت فشار و حمله است بخاطر اینکه حاضر به حضور نظامی و وسیله نیروی نظامی نیست و با اکراه و بعد از اینکه عراق از آمریکا خواسته که فعالیت نیروی هوایی رو در اونجا آغاز بکنه، تازه گفتن که مقداری مستشار میفرستن، تازه گفتن که داریم بررسی میکنیم ببینیم نیروی هوایی میشه علیه داعش وارد عمل بشه یا نه. اینجا هم خب اونطوری که شما اشاره کردید آقای چینی و حزب جمهوری خواه دائم در صدد تبلیغ این نظریه هستن، ارائه این نظریه هستن که همه این اشتباهات به خاطر اشتباهات آقای اوباماست و دولت بوش هیچ مسئولیتی و آقای چینی به طور خاص هیچ مسئولیتی در ایجاد این فضای موجود و این آشفت بازار موجود نداشتند و ندارند. اتفاقا آقای دکتر تو صحبت هایی که امروز به یعنی سوالاتی که از آقای اوباما شد،
پرسیدن که شما فکر نمی‌کنید که نیروهای امریکایی رو اگر در سال 2011 از عراق بیرون نمی‌آوردید ماجرا به اینجا نمی‌کشید؟ و جواب آقای اوباما که من فکر می‌کردم شاید توضیح دیگری هم بدن این بود که دولت کنونی یعنی همین آقای مالکی موافقت نکرد با باقی موندن تعداد نسبتاً زیادی از نیروهای امریکایی در عراق، و این در حالی است که قراردادی طبق قراری که گذاشته بود دولت آقای بوش با دولت عراق، این قرار اون موقع گذاشته شده بود که سال 2011 نیروهای امریکایی از عراق بیرون بیان، در حالی که امروز ما میبینیم که تمام این بوق و کرنایی رو که مخالفین آقای اوباما برداشتن بر علیه او هست در همین زمینه. چیه نظرتون؟ ببینید اوباما اتفاقا همونطوری که شما بهش اشاره کردید حاضر بود این مقدار نیرو اونجا نگه داره، نیروی در واقع دفاعی و نیروی مشاور. بله. ولی آقای ملکی حاضر نبود اون قراردادی که آمریکا میخواست، یه قراردادی که در واقع امنیت نیروهای نظامی آمریکا رو تأمین میکرده، همون در واقع نوع دعوایی بود شبیه به اونچه که در ایران در 1962-63 اتفاق افتاد. بله. در اون زمان شاه حاضر شد یه چنین قراردادی امضا بکنه و نیروهای مستشارهای آمریکایی به خصوص در نیروی هوایی اومدن در ایران. آقای ملکی حاضر نشد. آقای ملکی خب طبعا فکر میکرد که با کمک ایران و با کمک سپاه پاسداران و قدس و با این نیروهای وابسته به شیعیان میتونه جمع و جور بکنه و میتونه نگه داره، و اشتباه محاسباتی اون بود. به هر حال من فکر میکنم این حرف درسته که امنیت عراق بایستی بالمال به عهده دولت عراق باشه، و اگر اون زمان اتفاق متفاوتی میافتاد میشه تصور کرد، ولی در این حال خیلی هم خوب میشه تصور کرد که آقای ملکی در این مسیر حرکت نمی کرد، کردها و سنی ها رو انقدر از دولت مرکزی متنفر حتی میشه گفت. یعنی برخی از دوباره مصاحبه هایی که من دیدم با کسانی که در موصل زندگی میکنن، یعنی دولت ملکی نفرت دارن. یعنی اگر اون فضا رو آقای ملکی ایجاد نمی کرد یه چنین پدیده ای امکان رشد و گسترش به خصوص با این سرعت هم پیدا نمی کرد. من مقاله رو چون بهش اشاره فرمودید میگم، مقاله رو با این جمله شروع میکنم که این آشفت بازاری که در عراق هست براش خیلی ها رو بایستی سرزنش کرد، واشنگتن رو، تهران رو و بغداد رو. واشنگتن رو به نظر من به خاطر همین که در مقابل کشتار بیگناهان در سوریه در اون آغاز. آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم، عذر میخوام. بله نه خواهش میکنم. ایران هم به هر حال میبینید برای مداخلات در امور سوریه، در امور عراق و خود عراق مهمتر از همه به نظر من به خاطر سیاست‌های خود آقای ملکی که این اجازه داد یه چنین آتشی در اونجا، یا شرایطی فراهم کرد که چنین آتشی در اونجا رشد بکنه و حالا همه رو به خطر بیندازه. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب دکتر عباس میلانی. سوالات زیاده، فرصت محدود، امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجدداً از نظرات شما در این برنامه استفاده بکنم، من و بینندگان برنامه. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. به شما روز بخیر میگم، به شما بینندگان عزیز برنامه گلگشت روز بخیر میگم، با تشکر مخصوص از امیر درخشان عزیز که کارهای فنی برنامه رو مثل همیشه به عهده داشت. روز روزگار به شما خوش.